سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. خیلی خوش اومدین به یک جلسه دیگه از دوره آموزش توسعه اودو 15. ما توی جلسات گذشته با همدیگه یاد گرفتیم چجوری اودو رو روی ویندوز نصب کنیم که لینکش این بالا هست، میتونیم برین ویدیوشو ببینیم. بعد یاد گرفتیم چجوری یه ماژول در ساده ترین حالت اونش رو توسعه بدیم، یعنی ماژول اسکول منیجمنت رو با همدیگه ساده ترین حالتش رو ایجاد کردیم که باز هم ویدیوش توی لینک بالا هست و میتونید برین قبل از اینکه این جلسه رو ببینید اون جلسه رو ببینید. و یاد گرفتیم چجوری آیکون به این ماژول اضافه کنیم که اون رو هم از این بالا میتونید ویدیوش رو تماشا کنیم. و بعد قبل از اینکه توسعهمون رو شروع کنیم، اومدیم معماری اودو رو توضیح دادیم که اصلا اودو داره فرایندهاش رو چجوری انجام میده و معماریش به چه شکله، ساختار یک ماژول به چه شکله. خب حالا که اینا رو یاد گرفتیم، میخوایم امروز راجع مدل صحبت کنیم، چجوری اولین مدل خودمون رو ایجاد کنیم. اما اصلا مدل چی هست؟ ما وقتی بخوایم یه برنامه کاربردی رو ایجاد کنیم و توسعه بدیم، معمولا احتیاج داریم یه سری داده دریافت کنیم و اونا رو توی پایگاه دادهمون ذخیره کنیم و بالعکس اون داده رو از پایگاه داده بیرون بکشیم و به اون کاربرمون نمایش بدیم و همیشه با دیتابیس سر و کار داریم. برای کار کردن با دیتابیس یا همون پایگاه داده، معمولا از پایگاه داده ریلیشنال استفاده میکنم و پایگاه داده ریلیشنال معمولا از زبان SQL استفاده میکنم و پایگاه داده مختلفی هستن که از این زبان استفاده میکنم، مثل PostgreSQL، MySQL و Microsoft SQL Server، که اودو فقط از PostgreSQL ساپورت میکنه و از اون استفاده میکنه. برای اینکه ما بتونیم یه پایگاه داده ایجاد کنیم و جدول‌های خودمون رو اونجا بسازیم و داده‌مون رو اونجا ذخیره کنیم و داده‌ها رو از اونجا دریافت کنیم، باید از زبان SQL استفاده کنیم. اما برخی فریم‌ورک ها و برخی پلتفرم ها این اجازه رو به ما دادن که به جای اینکه مستقیما از زبان SQL استفاده کنیم، میتونیم از زبانی که اون فریم‌ورک استفاده می‌کنه استفاده کنیم و با استفاده از اون ORM‌ی که اون پلتفرم یا اون فریمورک داره، این کدهای مثلا به زبان پایتون ما رو تبدیل به کدهای SQL میکنه و اونها رو اجرا میکنه. خب اودو هم دقیقا یه ORM داره که ما کدهای پایتونی مینویسیم، در واقع کلاس هایی مینویسیم که این کلاس ها تبدیل به کدهای SQL میشه و اون کدهای SQL وقتی اجرا میشن میرن اون پایگاه داده ما و اون جدول های مربوط به پایگاه دادهمون رو اجرا میکنن. خب بخوام یه مثال براتون بزنم. اینجا وقتی ما میخوایم یه جدول کاربر یا یوزر توی دیتابیسمون ایجاد کنیم، فرض کنیم ما دیتابیسمون رو ساختیم و میخوایم یه جدول توی اون ایجاد کنیم. این جدول مربوط به مثلا اطلاعات کاربران، قرار اطلاعات کاربران اونجا ذخیره بشه. فرض میکنیم جدولمون به این صورته که یه آیدی داره، یه فرست نیم، یه لست نیم، برث دیت و جندر و اینا به عنوان فیلد های اون جدولمون قرار بگیرن و ما همین داده ها رو فقط احتیاج داریم برای ذخیره کردن. خب ما اگه بخوام کد SQL اینو بنویسیم، میتونیم از کد SQLش استفاده کنیم و بریم این جدول رو بسازیم. ولی خب توی اودو به جای اینکه مستقیما از کد SQL بخوایم استفاده کنیم برای ساختن جداول دیتابیس، میایم از نوشتن کلاس ها به زبان پایتون استفاده میکنیم. همینطور که اینجا میبینید، من اودو کدش رو این قسمت نوشتم. شما باید یک کلاس بسازین به نام مثلا یوزر که این از یه مدلی استفاده میکنه که مربوط به اودوه و از اون داره ارث بری میکنه. همینطور یه قسمتی داره به نام from odoo import models and fields که من اینجا ننوشتم، ولی خب جلوتر که کدا رو با هم دیگه بنویسیم اونا هم بهتون نشون میدم داره از مودلز و فیلدز استفاده میکنه. ما توی اودو فیلدهای مختلفی داریم، یعنی تایپ های مختلفی داریم. میتونیم یه فیلد کرکتری ایجاد کنیم، یعنی به صورت استرینگ باشه. میتونیم فیلدهای دیت استفاده کنیم، از نوع دیت باشه، بتونه یه تاریخی رو توی جدول دیتابیسمون ذخیره کنه و انواع مختلف. خب همینجا میبینید من اومدم نوشتم فیلد فرست نیم مساوی fields.char یا string مساوی فرست نیم، که این string همون نام فیلده، یعنی این که این فیلد رو
توی اودو چجوری نمایش بده، وگرنه که توی جدول دیتابیسمون همین first underline name قرار میگیره و الاخر. خب حالا بریم سراغ این که بریم مدل خودمون رو بنویسیم، بریم توی پای چار. خب وقتی اومدیم توی پای چار توی ماژول اودی underline school یه دایرکتوری جدید ایجاد میکنیم به نام مودلز. داخل مودلز وقتی من از اینجا نیو زدم به جای دایرکتوری پایتون پکیج زدم، خودش یه فایل اینیت میسازه. شما میتونستین دایرکتوری ایجاد کنین بعد یه فایل اینیت داخلش بذارید. داخل مودلز من میخوام یه مودل ایجاد کنم به نام استودنت. میخوایم یه جدول دیتابیسی استودنت ایجاد کنیم، برای همین من یه فایل پایتونی به نام استودنت ایجاد میکنم. این استودنت رو توی فایل اینیت هم باید ایمپورت کنم. میگم from here dot، یعنی از همین دایرکتوری کنونی بیا استودنت رو برام ایمپورت. خب بعد از اینکه اینو ایمپورت کردیم توی فایل اینیت خارجی تر من باید کل پوشه مودل رو ایمپورت کنم. توضیح میدم که برای چی این اتفاق رو باید بیفته. خب توی پایتون وقتی یه برنامه رو به صورت ماژولار می‌نویسین، ماژول‌های مختلفی وجود داره، پکیج‌های مختلفی وجود داره، شما از فایل اینیت استفاده می‌کنین که کل پکیج‌ها رو اونجا بیاید ایمپورت کنین و بعد که این کارو کردین میتونین از یه فایل اینیت خارجی تر استفاده کنین و کل اون دایرکتوری رو که یه اینیت داخلی داره ایمپورت کنین و این باعث میشه تمام اون پکیج ها یا موجول ها که داخل اون دایرکتوری نوشته شده ایمپورت بشه و بتونه خارج از اون دایرکتوری هم استفاده بشه. برای همینه که میگم از فایل های اینیت استفاده کنیم. خب بعد از اینکه این کارو کردیم، حالا نوبت به اینه که بیایم کلاس خودمون رو بنویسیم. خب من ابتدا میگم که from odoo import models and fields. بعد از این کلاسمون رو میسازیم، میگیم کلاس student. حالا نوتیشن خاصی نداره odoo، ولی توصیه شده معمولا اسم ماژول و بعد اسم مدل رو اینجا قرار بدیم. خب اسم ماژول مثلا هست school و بعد student. خب بعد یه underline name داره که اسم ماژول رو، اسم فنی ماژول رو اینجا قرار میدیم که جاهای مختلف توی اودو ما از این اسم استفاده میکنیم که این هم نوتیشنش بدین صورته که ما ابتدا اسم ماژول رو می‌نویسیم، مثلا odschool.اسم مدلمون. خب غیر از این ما میتونیم یه دسکریپشن براش بنویسیم، یه رکورد نیم بنویسیم و غیره که فعلا احتیاجی نیست و من مستقیم میرم سراغ فیلد ها. ما اولین فیلدی که میخوایم ایجاد کنیم مثلا فرست نیمه که میگیم یه فیلد کاراکتریه و میگیم استرینگش مساوی فرست نیم باشه و اگه بخوایم این فیلد اجباری باشه و حتما توی فرمی که میاریم این فیلد باید پر بشه وگرنه ذخیره نمیشه توی دیتابیس، میتونیم از یه اتریبیوتی به نام required استفاده کنیم که این required رو true میکنیم و این فیلد رو اجباری میکنیم و بعد از اون میرسیم به فیلد last name field.charactery که last name هم به صورت characteri است و stringش دوباره به صورت last name و required این رو هم true میکنیم. بعد میخواییم birth date رو قرار بدیم. من یه فیلد دیگه میخواییم به نام birth date که این فیلد از نوع تاریخ هست، برای همون من دیت اینجا قرار میدم و استرینگش میشه birth date
و این هم همینطور ریکایردش تو هست. میخوام این هم حتما پر بشه. و یه فیلد دیگه به نام جندر میخوایم. که این فیلد از نوع سلکشنه، یعنی ما یه سری معادیر قرار میدیم که از بین اونها باید کاربر انتخاب کنه. من استرینگشون میذارم جندر و یه لیست باید بهش بدیم که از توی این لیست اون مقدارش رو انتخاب کنه. این لیست خودش از چندین تاپل تشکیل میشه که به تو توضیح میدم دقیقاً چجوری هستش. ما مقدار اول تاپل رو بعد اون مقداری که قرار تو دیتابیس ذخیره بشه قرار بدیم. مثلا من اینجا قرار میدم میل با ام کوچیک و مقدار دوم تاپل اون مقداریه که به کاربر توی فرم نشون داده میشه و من این میل رو با ام بزرگ قرار میدم. حالت کی ولیو دارم. خب و اینجا من فیمیل رو قرار میدم و فیمیل. بعد از این شما میتونید یه مقدار دیفالت هم برای این در نظر بگیریم که وقتی فرم باز میشه این مقدار دیفالتش مثلا میل هستش و میتونیم اونو انتخاب کنیم یا انتخابش نکنیم و دوباره ریکوایرد این فیلد رو هم بنده تو. گاهی اوقات پیش میاد که این لیست سلکشن ما خیلی بیشتر بزرگتر از این هاست و موارد بیشتری داخلش قرار گرفته. ما میتونیم این رو از اینجا خارج کنیم و یه جای خارج از فیلدمون این رو تعریف کنیم. مثلا من می‌نویسم gender list برابر با این و بعد اون متغیر جندر لیستمون رو اینجا قرار بدیم. من این رو اینجا قرار بدیم و بدین صورت هم میشه. خب ما الان مدل خودمون رو ساختیم، این فایل رو ذخیره میکنیم و بعد اودو رو دوباره اجرا میکنیم. بعد از اینکه اودو اجرا شد برمیگردیم به بک آفیس اودو و از اینجا ماجول اسکول منیجمنت و همون مدیریت مدرسه‌مون رو آپگرید میکنیم. خب بچه‌ها من اینجا یه خطایی برخورد کردم که خودم میدونم چیه و بخواهم نسخه‌ای میکنم. حواسم نبود اینجا من باید توی این کلاس بگم که این کلاس از models.model ارث بری میکنه، یعنی از مدل اودو داره ارث بری میکنه و این مسئله خیلی مهمی بود که فراموش کردم و واقعا عذرخواهی میکنم. خب اینو اینجا قرار میدیم و ذخیره میکنیم و اودو رو دوباره اجرا میکنیم. خب بعد از اینکه اودو اجرا شد وارد بک آفیس اودو میشم و از اینجا ماجول مدیریت مدرسه رو آپگرید میکنم. خب بدون خطا آپگرید شد، ولی برای اینکه مطمئن بشیم مدل ساخته شد، چون هنوز ویوی نداریم و سطح دسترسی ها رو ایجاد نکردیم به صورت گرافیکال نمیتونیم اینجا ببینیم، ولی میتونیم بریم به قسمت settings و حالت developer mode اون رو فعال کنیم و بعد دوباره برگردیم به settings و از قسمت تکنیکال بریم داخل مودلز و از اینجا مدل استودنت رو جستجو کنیم. میبینید که همون نام فنی که بهش دادیم od_school_student و مدل دسکریپشن رو چون براش قرار ندادیم همین رو قرار داده، ولی اگه مدل دسکریپشنش رو تغییر بدیم میبینیم که این هم تغییر کنه. من وارد این میشم، میبینیم که یه سری فیلد هایی که ما تعریف کردیم مثل birth date، first name، gender، last name اینها قرار گرفته. یه سری فیلد ها هم به صورت دیفالت خود اودو برای تمام مدل ها قرار میده، مثل last update، مثل create date، create uid،
آیدی که اجباری حتما باید توی همه جداول دیتابیسی باشه، رایت دیت و رایت یو آیدی. خب دیدیم که چجوری با هم دیگه میتونیم یه جدول دیتابیسی رو با استفاده از مدل‌های اودو ایجاد کنیم. توی جلسات آینده با هم دیگه یاد میگیریم چجوری منوهای مربوط به ماژولمون رو بسازیم و چجوری ویوهای مختلف مربوط به ماژولمون رو بسازیم که بتونیم از این مدل استفاده کنیم و کاربر بتونه اطلاعات مربوط به استودنت یا همون دانش آموز رو وارد دیتابیس کنه و چجوری اونها رو از دیتابیس دریافت کنه و بتونه داخل بک آفیس اودو اونها رو ببینه. خیلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو دیدید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنین، با دوستاتون به اشتراک بذارین و حتما هم توی کانال ما سابسکرایب کنین. و اگر نظری داشتین، سوالی داشتین، جایی براتون مفهوم نبود، حتما توی کامنت ها برام بنویسین، من خیلی سریع بهتون پاسخ میدم. و خدا نگهدارتون.